امروز 29 فروردین روز ارتش تحت امر آخوند به این مناسبت شاهد برگزاری ای در ایران بودیم. علت اینکه این روز رو خمینی به عنوان روز ارتش نامگذاری کرد چی بود؟ قدرت نظامی ارتش رژیم در مقایسه با سایر کشورها چیه؟ در رابطه همراه هستیم با سروان خلبان مصطفی وجدانی تبا تبایی. آقای وجدانی با سلام و ضمن تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردین، ابتدا برامون از مناسبت امروز بگین که چرا خمینی این روز رو به عنوان روز ارتش نامگذاری کرد من هم سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگانتون بله اگه اجازه بدین یه تاریخچه مختصری بگم که از در زمانی که انقلاب ضد سلطنتی شکل گرفت و بعدش در این روز 29 و و فروردین ماه 58 در اون موقع فرماندهانی بودن و تنپرست که اومدن مطرح کردن که این ارتش باید در کنار مردم باشه نه بر علیه مردم یعنی حفاظت مرزهای ایران به عهده ارتش هستش و وارد هیچ کونه معادلات داخلی در ایران نمیشه یعنی رو در روی مردم ایران قرار نمیگیره این بحثم از طرف مجاهدین و مجاهد و فدایی خیلی شتاب گرفته بود و قالب پیدا کرده بود تو این دو ماهی که این موضوع شکل گرفته بود از اون طرف هم خمینی دیدش که داره این موضوع و چه قالب پیدا میکنه یعنی هر آن ممکنه یه همچین امری محقق بشه و در اون زمانم چون سپاه وجود نداشت برای اینکه استفاده کنه از ارتش برای سرکوب این روز 29 فروردین رو وارد کرد و شروع کرد این روزو ساختن و بالا پر دادن جالبه که اینو بدونید که مثلا بعد از این قضایی ها شروع کردن همون ارتشی که واقعا تر رو برده بودن و حمایت می از بیرون و تمام پاکسازی کردن گذاشتن کنار این تاریخچه مختصری بودش که من تونستم خدمت رو عرض بکنم با تشکر خب از وضعیت فعلی ارتش رژیم برامون توضیح بدین و بگین که الان چه قدرت و توانایی در مقایسه با ارتش های منطقه داره من اگه بخوایم مقایسه بکنیم که اصلا واقعا خیلی فول هستش چون شما نگاه بکنید الان بودجه سپاه سپاه پاسداران دونیم برابر ارتشه حتی من موضوع بالاتر از اون بودجه نیروهای انتظامی که مسئول سرکوب داخلی مردم هستن از بودجه ارتش بالاتره شما میبینید این وضعیت در ایرانه واقعا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه این کشور ما شده سرزمین عجایب اصلا هر از بیرون نگاه میکنه بودجه ارتش رو نگاه میکنه و بعد بودجه های سرکوبگر رو نگاه میکنه اصلا خندش میگیره خب این از وضعیت موجود ارتش ولی همین الان امروز هم که شما شاید دیده باشید نیروهای ارتش رژه می رفتم. خب این نیروهای ارتش فرماندهانش هم تماما منتصب ولی فقیه هستند یعنی تمام کسانی هستند که فقط به ولی فقیه پاسخگو هستند از ادواتی که گذاشته بودند واقعا برای خود من مثلا پنجاه سال پیش این هواپیما وارد ارتش شده ولی جوری از این هواپیما تعریف میکنن که کارخونه سازندش یه همچین تعریفی نمیکنه که حالا اینا اومدن درن رژه میرن و بعد شروع میکنه اقتدار ارتش با ادوات و تجهیزاتی که 50 سال پیش وارد شده حالا میخواد نشون بده خب میبینید وضعیت در ایران به این صورت هستش وضعیت ارتش برای همینم تا, تا... یه چیزی بگم براتون به خدمتتون ارتش خدمت بینندگان بکنم که الان جوری شده ای که هر آن ممکنه ارتش در کنار مردم قرار بگیره یعنی مثل یک پوست پیازه به این به این صورت که هر آن ممکنه ارتش روبروی سپاه قرار بگیره روبروی نیروهای انتظامی قرار بگیره و جلوگیری کنند از سرکوب مردم ایران بعد برای اینکه این امر این محقق نشه و نذارن اینا روبروی بروی رو شروع میکنن حالا یه روز ارتش هم گذاشتن و بعد شروع شروع میکنن ادوات 50 سال پیشو رژه بردن که اینا بله به چه صورت ازن توامندی خب به این صورت هستش که اصلا هیچ کس هم نمیتونه ازش بگذره و اینا خب معمولا در پروپاگاندا سازی این رژیم خیلی متح... واقعا وارد هستش و تو این قضیه ها من خدمت تو عرض بکنم مثلا روز تو دهه 22 بهمن فرمانده ارتش و رئیس ستاد مرت... مشترک ارتش اومد یه تری رومان رو کرد به عنوان اقاب 44 که حالا چی بود؟ این هواپیماها ها تو تونل میچرخیدن و میگفتن از یه جای تونل خارج میشن میرن هدفشون میزنن و بر بیگردن تو اونه میبینید وضعیت آدم نگاه میکنه بیشتر تراژدیه کمدیه معلوم نیست وضعیت در ایران به چه صورت ازش که اینا میان اینطور و بعدش هم جالبه میخوان همه قبول بکنن که اینها دارن درست میکن بعد کشورم که خب مشخصه که شما در تهر زمینه ای برید بی جز فضاحت و چیزی که به قعر همه چی تاریخ برده این مردم ایران به جز این رژیم چیز دیگه ای نیست بله با تشکر به عنوان سوال آخر امروز رئیسی در صحبتاش به عنوان نقش ارتش به عنوان تامین کننده امنیت منطقه اشاره کرد به نظر شما نقش ارتش چه در ایران و چه, من... چه, در منطقه با وجود سپاه چیه دو نگاه کنه همینطور که خدمتتون عرض کردم سپاه دونیم برابر بودجه ارتش رو میگیره خب ببینید به چه صورته سپاهی که نقش سرکوبگر داخلی رو داره حالا همین ارتش رو گذاشتن برای امنیت منطقه کدوم دشمن شما دشمن کجا میبینید تو کدوم مرزهای ایران دشمن وجود داره که اینا آمده میگن که حالا برای امنیت مرزهای کشور ایران این ارتش خب اگر دشمنی که اگر باشه اینا به زم خودشون های مردم داخلی هستن برای همین هم هستش که ارتشو اصلا هیچ حسابی هم شما نگاه کنید تماما امکانات ارتشو از پایگاه های هوایی که من خودم اشراف کامل دارم دادم به سپاه که سپاه بتونه تو اونجا هر کاری میخواد انجام بده تا بوجه های مفصل تا امکانات مفصل تا تیر و که همه چیز در اختیار این سپاه و نیروهای انتظامی هستش و بعدش هم به ارتش هم یه گوشه دادن که خب حالا دو مثلا حافظ مرز ولی حافظ مرز ها این توی سوریه کجا چی؟ حافظ مرز هاست تو لبنان کجا حافظ مرز تو یمن که داره امکانات میدین کجا حافظ مرد خب این, این میبینید نقش متناقضی هستش که این رژیم و رئیسی میادش بازی میکنه تکرارم میشه این در دولت های قبلی هم همین موضوع به شدت های مختلفی تکرار شده ولی باز هم همین که میبینید در وضعیت فعلی ارتش رمقی نذاشتن دراش که اصلا پا بگیره برای همینم تا اونجا که تونستن ازش کم کردن و بعدش هم یک چیزی گذاشتن که بتونه حداقل ارتش رو که مثلا حافظ مرزها باشه که اصلا امکانات اونم نداره و بعدش هم برای چه دشمن فرضی بله خیلی ممنونم از شما سربان خلوان مصطفی وجدانی تباتبایی طبع که در این برنامه شرکت کردیم سالات و به سوالات ما پاسخ من هم سپاسگزار و قدردان هستم از اینکه به من این وقتو دادید خواهش میکنم.